در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی بکوای ولایت فرا به شمول 5 فرمانده محلی طالبان 26 طالب کشته و 21 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این عملیات ها 24 میل سلاح مختلف و نو و 12 اراده وسایط نقلیه مخالفین مسلح دولت نیز از بین رفته است. از سوی هم والی فرا تاکید بر مجهز ساختن بیشتر نیروهای امنیتی می کند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. این تصاویر وسایط نقلیه مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی بکواه فرا است که از سوی نیروهای کماندوی افغان در عملات هوایی هدف قرار گرفته است. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا میگوید یک گروه بزرگ طالبان مسلح که قصد حمله بر کندک نیروهای امنیتی ولسوالی بکوا را داشتند با شکست مواجه شدند. به گفته وی به شمول رئیس کمیسیون طالبان برای ولسوالی بکوا و 4 فرمانده محلی دیگر همراه با 26 طالب جنگجو کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه تعداد 26 نفر از مخالفین مسلح کشته شده و تعداد 21 نفر دیگرشان شدیداً زخم برداشته است. 4 تن از کماندانان گروهی طالبان شامل کشته شدگان می باشد که نامهایشان عبارت از ملا ستار، ملا سخی، ملا قفور و ملا شکر می باشد. همچنان مسئول کمیسیون نظامی طالبان به نام ملا اسدالله نیز کشته شده است. آنگونه که سخنگوی والی فرا میگوید در این عملیات 26 میل سلاح مختلف و نو و 12 اراده وسایط نقلیه مخالفین مسلح دولت به گونه کامل از بین رفته است. داده 12 اراده وسایط مختلف و نو مخالفین مسلح کلی تخریب شده. تعداد 15 میل سلاح کلاشنکوف، 3 میل توپ 82 و 5 قاب دوربین شب از طالبان تخریب و از بین رفته است. قابل یادآوری است که معاون والی نامنهاد طالبان به نام سردار شکور و قماندان قطع سرخ طالبان تا اکنون لادرد می باشد. در این حال محمد شعیب ثابت والی فرا می گوید از مجهز شدن نیروهای امنیتی به تجهیزات نظامی خبر می دهد. انشاءالله من هم خبر قوتون مسلح قوتون انشاءالله نور هم حمایت کنم. در بیو در تجهیزات فرا بانی تحکیمات فرا بانی هم مخبری کلی پروگرامونو تلنو انشاءالله بیدو زینه بان دویگی. بکوا یکی از ولسوالی های ناامن و مکان مسئول برای طالبان مسلح محسوب می شود.